سرخط خبرها شبکه دوازده اسرائیل اسرائیل سامانه راداری در امارات و بحرین مستقر کرد پوتین رسما دیوانه شده من پتر کبیر هستم نفکش یونانی توقیف شده توسط ایران آزم آمریکا بوده است آماده باش ارتش اسرائیل در پیگ سخنرانی سید حسن نصرالله. الله. و صدور قطنامه علیه ایران چه بر سر توافق احیای برجام خواهد آمد؟ سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. شبکه دوازده اسرائیل اسرائیل سامانه راداری در امارات و بحرین مستقر کرد منابع ابری زبان اعلام کردند که رژیم اسرائیل در برخی کشورهای منطقه از جمله امارات و بحرین سامانه راداری نصب کرده است شبکه دوازده تلویزیون اسرائیل تاکید کرد که ارتش این رژیم سامانه های راداری را در ابوظبی و منامه برای مقابله با آنچه تهدیدات موشکی ایران خوانده نصب کرده است تا کانون ابوظبی و منامه واکنش رسمی به این اخبار نشان ندادند. پوتین رسما دیوانه شده من پتر کبیر هستم و باید زمین های خود را پس بگیریم. پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان بازدید از نمایشگاهی در مسکو با دفاع از حمله نظامی به اوکراین اقدامهای خود را با تسخیر دریای بالتیک و سوئد در عهد پتر کبیر مقایسه کرد و گفت مسئولیت ما نیز این است که سرزمینهایی را پس بگیریم و خود را تقویت کنیم به گزارش یورونیوز نمایشگاهی که به مناسبت تولد 350 سالگی تزار روسیه در مسکو برگزار شد برای رئیس جمهوری فعلی این کشور فرصت مناسبی تا بار دیگر از حمله نظامی خود به اوکراین دفاع کند و مدعی شود که اقدامهای او در ادامه راهی است که تزار روسیه آغاز کرده بود پسر کبیر مشهورترین رهبر سیاسی روسیه است که در قرن 18 میلادی این کشور را به یک ابرقدرت جهانی تبدیل کرد. او در سال 1700 برای دستیابی به سواحل دریای بالتیک با امپراتوری سوئد وارد جنگ شد. این جنگ نزدیک به 21 سال طول کشید و در نهایت پیمان صلح میان دو کشور امضا شد که به موجب آن بخشی از دریای بالتیک به دست روسیه افتاد. پوتین در مراسم جشن 150 سالگی تزار روسیه به جنگ با سوئد اشاره کرد و گفت خیلی ها تصور میکنند که پتر کبیر در جنگ سوئد دنبال این بود که چیزی را تصاحب کند در حالی که او چیز جدیدی را تصاحب نکرد بلکه سرزمین هایی را پس گرفت نفکش یونانی توقیف شده توسط ایران عازم آمریکا بوده است شبکه آمریکایی ان بیسی نیوز به نقل از یک مقام فعلی و یک مقام سابق دولت آمریکا گزارش داد در حالی که قیمت بنزین در آمریکا در حال افزایش است یک نفکش یونانی که توسط ایران توقیف شده دهها هزار گالون نفت به ارزش بیش از 100 میلیون دلار را در اختیار دارد که آزم آمریکا بود به گفته مقامات مورد استناد این شبکه اواخر می نفکش پرودنت از عراق به سمت تگزاس در حال حرکت بود که ایران آن را در آبهای بینالمللی خریج فارس توقیف و به داخل آبهای سرزمینی خود هدایت کرد نیروی دریایی سپاه روز جمعه شش خرداد ماه دو فروند نفکش یونانی را به دلیل تخلفات انجام گرفته در آبهای خریج فارس توقیف کرد بعد از انتشار خبر توقیف این دو نفکش خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس گزارش داد نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که در حال بررسی گزارش در این خصوص است. ارتش اسرائیل در پی سخنرانی سید حسن نصرالله منابع رسانه عبری از اماده ارتش رژیم صهیونیستی برای مقابله با واکنش احتمالی حزب الله لبنان به فعالیت های این رژیم در مناطق آبی مورد مناقشه میان دو طرف خبر دادند به گزارش ایسنا شبکه دوازده تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز جامعه اعلام کرد که نیروهای ارتش این رژیم برای مقابله با پاسخ احتمالی حزب لبنان به استخراج از حوزه مورد مناقشه کاریش توسط تلاویو در حالت آماده باش قرار گرفتند. هارت سفر بایدن به با عربستان قول بن سلمان برای افزایش حداکثری تولید نفت بدون افزایش قیمت عملا ایران و ونزوئلا را از بازار خارج میکند آلن پینکاس در روزنامه اسرائیلی هارت نوشت اگر سیاست, اگر سیاست واقعی محاسبات بایدن را تعیین کند او باید مطمئن شود که عربستان سعودی هزینه سفر ریاست جمهوری را از قبل پرداخت میکند این به معنای متعهد شدن به حداکثر افزایش تولید نفت بدون افزایش قیمت است حتی اگر سعودی ها قادر به افزایش بیش از 500 هزار بشکه در روز نباشند تعهد آنها به پیش بینی و ثبات بازار کمک می کند و ایران و ونزوئلا که بزرگترین ذخایر را دارد عملا از بازار جهانی در این مقطع خارج می شود. صدور قطعنامه علیه ایران چه بر سر توافق احیای برجام خواهد آمد دیپلمات سابق ایران در سازمان ملل در پیش بینی خود از بسته پیشنهادی ایران به طرف مقابل عنوان می کند که می توان احتمال داد که پیشنهاداتی که ایران مطرح کرده است یک جایگزین باشد یعنی به جای بحث نام سپاه روی لیست FTO و تضمین حقوقی برای پایبندی آمریکا به برجام ممکن است ایران برای اینکه مذاکرات را از حالت بنبست خارج کند پیشنهاداتی ارائه داده باشد به عنوان جایگزین برای دو مورد مذکور تنها چیزی که به نظر من میرسد این است که پیشنهاد جدید از طرف ایران با این اهداف ارائه شده و طرف آمریکایی اگر واکنش واقع بینانه ای به آن داشته باشد این امکان وجود دارد که وضعیت از حالت بنبست خارج شود کوروش احمدی در گفتگو با انتخاب در تحلیل خود از صدور قطنامه شورای حکام بیان کرد تقریبا همانطور که قابل پیش بینی بود کار پیش رفت در واقع این قطشنامه از ایران میخواهد تا به یک سری اقدامات دست بزند و کارهایی را انجام دهد البته این قطشنامه می تواند نوعی تهدید و مقدمهای برای وارد کردن فشار به ایران باشد با هدف پیش بردن مذاکرات هسته همچنین این قطشنامه می مقدمه لازمی باشد برای اینکه اگر عنوان مثال تا سه یا شش ماه دیگر یعنی در سپتامبر یا دسامبر کار پیش نرفت کشورهای غربی زمینه لازم را برای دست به اقدامات بیشتری از قبل فراهم کرده باشند که شامل ارجاع به شورای امنیت خواهد بود احمدی در پاسخ به این پرسش که افزایش تعداد آرای موافق و کاهش آرای ممتنع در مقایسه با رأیگیری دو سال پیش چه پیامی را در بر دارد عنوان کرد در نگاه اول می بگوییم که یک مقدار ما از دولت ترامپ گرفتیم. گرفته رأی گیری دو سال پیش در زمان دولت ترامپ بود و تعداد کشورهای کمتری آماده بودند که به نحوی رای دهند که همسو با فشار حداکثری به نظر آیند در ژانویه 2021 دولت بایدن کارش را شروع کرد و این تصور را در جامعه بین‌المللی ایجاد کرد که قصد بازگشت به برجام را دارد و مذاکراتی هم بدین منظور شروع کرد او ادامه داد شاید یک دلیل افزایش آرا این باشد که این رأی گیری در وضعیت جدید یعنی در شرایطی که دولت بایدن ادعای تلاش برای بازگشت به برجام را دارد انجام شده است البته باید به ترکیب اعضای شورای حکام هم توجه کنیم ممکن است ترکیب شورای حکام همین این دفعه بیشتر به سود غرب باشد یعنی تعداد کشورهایی که آماده همسویی با غرب را داشتهاند بیشتر باشند در مجموع دو فاکتور فاصله گرفتن از دوره ترامپ و فشار حداکثری و تبلیغات بایدن و بعد هم ترکیب اعضا مطرح است به هر حال سی رأی مثبت به این قطنامه فاکتور مهمی است. به پایین خبرهای این ساعت رسیدیم برای آگاهی از آخرین خبرهای ایران و جهان کانال ما رو سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.